روز دوم سفرمون. یکی نیست الان بگه من اینو باید چی بزنم؟ چرا این تعریفه رو فقط به فرانسوی گذاشتید؟ خب من بفهمم چی نوشتی که بتونم. اصلا خیلی عجیبه اینجا که واقعا داره مخ من میره این موضوع که اصلا توی توریستی ترین قسمت پاریس بغل موزه لوور میرم میپرسم از یه نفر گوشه خیابون بخوام ماشینم پارک کنم چی میشه؟ پارکینگ فری یا نه؟ مثلا روز یه شنبه است میرم میگم پارکینگ فری، هم میگن ها ها، میگم فری، یه کلمه فری رو یعنی بلد نیستید. Hello, excuse me, I have one question. How much is the parking for 1 hour? ببین اینم بلد نیست. ببین داداش من الان سوال دارم، ساعتی چنده پارکینگ؟ خب شما فرانسوی میگی منم فارسی میگم، جواب منو فارسی بده دیگه. You speak English؟ آها مهم نیست، مهم نیست، مهم نیست. الان دقیقاً یه نمونهش رو شما دیدید. بعد جالبه من اینو بهتون بگم، من آخرین بار 17 سال پیش که نه بازم اومدم پاریس، ولی 17 سال پیش که اومدیم اون موقع واقعا چون جی پی اس و اینترنت و اینجور چیزای درست حسابی خیلی نداشتیم، یه ماشین کرایه کرده بودیم که اون یه دونه چیز داشت، یه دونه نویگیشن خیلی دعو داغون داشت. الان مثلا کجا باید بذارم؟ places libres، فکر کنم لیبره یعنی از آزادی و خالی بودن میاد. بس بس ببینیم پایین شبیه سیاه چاله ها میمونه. نگاه کن، ما اون سال که اومدیم اینجوری بود که مثلا از هر کی سوال میپرسیدیم آدرس هتل و اینا قشنگ بهمون جواب نمیداد. بعد خب 17 سال گذشته، چرا تو این 17 سال نسل جدیدشون هم بازم زبان بلد نیستش؟ اینجا دیگه میشه گذاشت دیگه، اینجا میشه گذاشت. پارک کنم و بریم به سمت موزه لوور. نکته‌ای که وجود داره اینه که یه عده نظرشون اینه که آقا توی فرانسه مردم که به زبان شما، به زبان انگلیسی زبان شما کن، انگلیسی جواب نمیدن، اینا بلدن صحبت کنن ولی صحبت نمی کنن عمدن. به نظر من این رفتار اصلا مهمان نوازانه ای نیست. اگر که من میخوام یه جایی توریست جذب کنم باید بتونم حداقل یه زبانی رو استفاده کنم که اینا بفهمن توریست ها چجوری باید پولشون رو خرج کنن. و خب این به نظرم یه مشکل بزرگه اینجا. بعضی هم میگن نه بلد نیستن، یعنی در واقع دو تا تز وجود داره. یه عده میگن نه یک کلمه هم بلد نیستن. خیلی عجیبه من، شما توی هر روستایی توی ایران هم بریم مثلا یه کلمه فری رو شاید بفهمن معنی فری چیه به انگلیسی مثلا. خیلی حال میکنم مثلا یه جای خیلی خسته یو بیام، بعد مثلا یه گوشه یو جوی نگاه کنم. مثلا وقتی زندگی میکنی یه جایی مثل فرانسه، آلمان، سوئیس، بعد میری توی یا آلشتاتش جایی که مثلا منطقه قدیمی اون شهره، یا اینکه میری مثلا توی یه کشور دیگه از همین کشور اروپایی مثل همین پاریس، آقا دمت گرم که وایسادی مثلا ما، و بعد میری میبینی یه دونه کتاب فروشی قدیمیه، یه لباس فروشیه، مثلا یه بوتیک خیلی قدیمیه، یا یه جایی که چیزای دست دوم میفروشه، و حس گذشته، حس قدیم برای آدم تداعی میشه. مثلا برای من خیلی وقتا کتاب فروشی‌های قدیمو که میام میبینم توی میدان انقلاب، زمان قدیم مثلا با پدرم میرفتیم توی خیابون انقلاب کتاب فروشی‌ها رو، بعد همون حس و حال برام تداعی میشه. چند وقت پیش توی پراگ رفته بودیم، یه کتاب فروشی بودش، بوی کاغذکاهی و بوی کتابای قدیمی خیلی برای من جالب بود که این تداعی شد.
توی پاریس همه کثیفی های مثلا خیابون و نمیدونم چیزهای بدی که آدم میبینه، هوملسا، مهمان نواز نبودن خیلی از مردمش، خیلی از جا، اینا چه واقعیتی که بگفت، ولی این چیزا خیلی حس باحالی داره، موسیقی کنار این معماری. و برای همینم من پیشنهاد میکنم، همیشه میگم آدم بره همه جا سفر کنه ببینه و همه چی خوبی و بدی با هم دیگه است. حالا من این صف اونجا وایسینگ فکر کنم و بلیط بگیرم. شوخی نکن آقا، ولش کنید بیخیال شیم بریم. حالا یه دفعه دیگه من سری پیش که اومدم برج، میگم برج، موزه لوور این شکلی بود، مثلا تازه رایگانم بود، یه یک شنبه در ماه رایگان بود اون موقع، حالا این سری دیگه نگاه نکردم، رایگان بود. ما نگاه کردیم ساعت چند باز میکنه، مثلا ساعت 8 یا 9 باز میکرد، ما یک ساعت زودتر رفتیم اونجا وایسادیم، 10 نفر جلو اون بودن، بعد یک ساعت وایسادیم، ولی بعدش مثلا الان اگه بخوای تو صف وایسی واقعا فکر کنم خیلی بیشتر طول بکشه. و من الان امیدوارم بتونم بقیه رو متقاعد کنم که بیخیال شیم برگردیم، چون توی سفر شما باید بتونی به صورت سیال و به صورت داینامیک سریع پلنتو تغییر بدی. ما الان برنامه داشتیم بیایم اینجا، ولی اگه قرار باشه الان از ساعت 10:41 از 10:41 بخوایم الان وایسیم تا ساعت 3 بعد از ظهر، دوباره همش تو صف فقط وایسادیم، چی شد؟ به نظر چی کار کنیم؟ منم به نظرم خیلی سفر نظرم بیخیال شد بابا، فردا که نمیخوایم برگردیم آلمان که فکر کنم برنامه کنسل داره میشه دیگه، چون پرسیدیم گفتن 2 تا 3 ساعت فقط صفش طول میکشه. از این بالا پایینش مشخصه. اینجا میان پایین تازه بلیط میگیرن و وارد میشن. فکر کنم واقعا این فیلمی که من الان دارم میگیرم باعث بشه بعدن که رفتیم خونه، اگر که مثلا خانومم اومد فیلمو دید گفت که چرا ما اون روز وای نستادیم، فکر کنم با دیدن این فیلم دلیلشو بدونه. چون دیدید بعضی وقتا آدم مثلا تو لحظه تصمیم میگیره بعدن میاد میگه چه اشتباهی کردم، ولی واقعا تصمیم درستی فکر کنم. اینم از صف. میگم یه رو طول میکشه فقط سفر پیاده کنارش رد شی. یه جایی که میشه رفت ساکراکو هست، یه جایی حالت کلیسایی بالای کوه، اونجا با حال محیط اطرافش، کافه های اطرافش، و دیگه نوتردام هستش. فعلا من برم بقیه رو پیدا کنم ببینم کجا وایسادن. یه اتفاق جالبی افتاد الان، اینترنتی وقتاش باز شد، ما وقت گرفتیم. ما دیروز می‌خواستیم اینترنتی بگیریم، بعد گفته بود که مثلا امروز 9 آپریله، گفته بود که از 14 آپریل دوباره تایم اینترنتی میشه بلیت بگیری. همین الان گفتیم قبل از اینکه بیخیال شیم و بریم، گرفتیم باز شده. خلاصه دیگه 3 تا بلیت گرفتیم و ساعت 4 بعد از ظهر دوباره برمیگردیم. الان ساعت نزدیک 12 میریم ساکراکو یا جای دیگه ببینیم، بعدش دوباره میایم. اینم جالبه. کلن چیز داره، دوتا تابلو گذاشته و ببینید چی، ببینید دکور داخلش رو، دکور داخلش رو سیاه کار کرده، خیلی قشنگ شده. ایده برای کسی که حتفوشه تو ایران، همه حتفوشه ها سفیده، ولی فکر کنم که همه رو مشکی کار کنه خیلی خوشحال میشه. همینجوری حسی فکر میکنم کمک‌های اجتماعی دولتی تو آلمان یه ذره اوضاعش بهتر باشه، اصلا به خاطر همین دلیل که آرامشو توی جامعه آلمان بیشتر احساس میکنم. من این موضوع توی رانندگی خیلی دیدم، این یکی دو روز اینقدر شدید بود رفتار رانندگی اینا، میان مثلا از پشت میچسبونن به ماشین آدم، هی بوق میزنن، هی چراغ میزنن. این صحنه تو آلمان هم اتفاق میفته، خیلی کمتر، خیلی کمتر، اینجا خیلی زیاده. خب میرسیم به دستگاه اتوماتیک، ایشالله که ساده باشه. من کارتو میذارم داخلش، یه عدد نشون میده و پرداخت میکنم دیگه. اصلا واقعا نمیدونم چیکار باید بکنم. خب ولش کن، ولش کن، میریم پایین. برعکس بعضی جاها که میگم چقدر حیف که شما نیستید که
او اینجا دستگاه نیست فکر کنم. You know how can I pay my ticket? Exit. Exit? Yes, ticket and But I want to pay the money. Ah, money? Mm. Okay. Exit. Pay. And then pay. Okay. ببینیم چی میشه. وای 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 نه یعنی چقدر خوبه که این دوربین همراه من هست. من الان این انرژی که میخواستم مثلا 20 تا مشت تو دیوار بزنم و میتونم الان به صورت خیلی فان قضیه رو تعریف کنم، یه مقدار تخلیه بشه این مشکلی که پیش اومده. ببینید چی شد. کلید ماشین توی کیف خانم منه و اونا رفتن الان به سمت اون کاخ ورسای و نوتردام. منم پیاده اومدم اینجا و کلید الان هم برای من نیست. برنامه خدا رو شکر عوض شد. من تماس گرفتم گفتم قرار شد که اونا برگردم بیان. نوان نوان برگشتم. نه اومد کنم. حل شد مشکل بالاخره. اینو گذاشتیم و بعد یه دفعه کار کرد به همون فرانسوی گفت کارت بانکی رو بزنید داخل و قبلش رفتیم نشد. خیلی عجیبه. ماشین رو یه جای عجیب غریبی گذاشتیم و داریم الان میریم به سمت نوتردام. این کلیسای نوتردامه که ما از روی گوش پشتش میشناسیم، داستان گوش پشت نوتردام. این هم آتیشی که کلیسا گرفته. من یه فرمولی دارم همیشه به خانواده و به بقیه دوستام میگم. میگم یه سری چیزا تو دنیا هستش واقعا دیگه بهتر نمیشه، فقط بدتر میشه و تا فرصتش هست آدم باید استفاده کنه. من این کلیسا رو دقیقاً 17 سال پیش که اومدم سالم بود. قشنگ رفتیم دیدیم الان اینجا آتیش گرفته و خب یک بنای تاریخی که تخریب بشه یا خراب بشه یا سوخته بشه در واقع دیگه نباشه دیگه نیست دیگه. حالا هر چه آدم مرمتش کنه. نزدیک ساکراکو یه وضعیت اسفبار و عجیب غریبی برای جا پارک بود. ماشین اینجا پارک کردیم. الان طبق نقشه باید حرکت کنیم این خیابون رو تا ته بریم این ور بعد بریم این ور بعد بریم بالا. این همه پلن رو خالص کردیم خیلی سخت میشه. خب یه کاریش نمیشه کرد. بیا بابا. بیا صاف کن. چاو. من خودم توی پاریس از این قسمتش خیلی بیشتر حال میکنم. حتی شاید یه جوری بگم از برج ایفل هم برای من این کلیسای ساکراکو قشنگ‌تره. به خاطر اینکه یه آرامش خاصی داره. شهر رو از این بالا میبینه آدم قشنگ حال میکنه. و اصلا مهمتر این که توریستایی که اینجا هستن، کافه هایی که اینجا هستش، این که مثلا برای توریستا کلی چیزای جالب و سرگرم کننده گذاشتن، این شما خیلی خودم به شخص دوست دارم. این خانم اینجا ببینید داره مثلا عکاسی میکنه فکر کنم. بالای این تپه هست کلیسا و بعد پایینش شیرینی هست که این شیرینی ها خیلی معروفن. این ها شیرینی های کوسانه. ببینید نمیشه دونه دو یورو. یکی این هاست که تو آلمان هم خیلی معروفه میشنسید. یه سری هم این هاست که بهش میگن ماکارونز. شیرینی ها دیدم داره توی همین منطقه هست تو هم جایی که نقاش ها دارن نقاشی میکشن. رسیدیم اینجا و ساعت هم الان شده 4:20 فکر کنم. حس خیلی عجیبیه این سری چون چیز داریم از این یارو بلیط ها داریم دیگه نیازی به منتظر بودن و اینا نیست.
خودم مثلا بعد از تقریبا 20 سال که خارج از کشور زندگی میکنم، شاید بگم مثلا 2-3 ساله که خیلی تونستم این خصوصیت رو توی خودم پرورش بدم که چیز نکنم، حسرت نخورم. قدیم یادم میاد اومده بودیم اینجا میدیدیم، فقط و فقط حسرت بود. مثلا هر چیزی که مدل این شکلی میدیدیم حسرت میخوردیم، حتی قشنگی میدیدیم توی مثلا کشورهای دیگه حسرت میکنیم، چیز بدی میدیدیم مثلا توی ایران باز دوباره حسرت میکنیم. ولی دیگه زندگی و دنیا خیلی چیزاش دست ما نیست. واقعیتش اینه کلن ما در این دنیا مسافریم، دو روز هستیم. اگه بخوایم همین دو روزم به ناراحتی و حسرت خوردن بگذرونیم، دیگه همه زندگی میشه ناراحتی و افسرده بودن. تحصیل شد اومدیم بیرون، ساعت 6 و نیمه الان و این بعد داره نانا پخش میشه. ما هم نشستیم یه ذره خستگی در کنیم و بعدش بریم رستوران غذا بخوریم و بعد دیگه با پاریس خداحافظی کنیم. آقا اینم از برنامه پاریس، آخرش خیلی دیگه باحال تموم شد. من خیلی از این موسیقی که میزنن خیلی حال کردم، جوش خیلی جالب بود، کلی توریستای خوشحال و کلی موسیقی خوب، حس خوب، هوای خوب، دیگه خیلی گرم نبود. و اینم از غروب ما، امیدوارم که از این ولاگ ما خوشتون اومده باشه. بازم دوست دارم که نظرتون رو بنویسید، بگید کجاش بهتر بود، کجاش یه جور دیگه باشه بهتره. نظراتتون کمک میکنه ولاگ‌های بعدی جذابتر و بهتر بشه. دوستتون دارم، لایک هایتون نره. تا بعد، خداحافظ.